خلاصه بعد از 6 ماه کار کردن تموم شد. حوصله‌ام سر رفت. این هفته در کلیک یک انقلاب صنعتی جدید رو در دنیای طراحی بررسی می‌کنیم. آیا میشه از وبگردی هم پول در آورد؟ در بخش دوم می‌ریم به سراغ مفهوم تازه‌ای تحت عنوان کراود ورکینگ. و در سفری به جشنواره ادینبرو نگاهی می‌اندازیم به تأثیر فناوری بر اجراهای استنداپ کمدی. علاوه بر همه اینها اخبار تکنولوژی رو خواهیم داشت و وبسایت‌های تازه و اپلیکیشن‌ها رو در وب نورد. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. این روزا چشمه ما کم کم داره عادت میکنه به دیدن وسایلی که روز به روز ارزون تر میشن. یکی از دلایل ارزونی شاید این باشه که اینجور وسایل اون برای دنیا توی کارخونه تولید میشن و بعد از اینکه یک دور شمسی قمری زدن میرسن سر کوچه به دستمون. ممنون کریس. عوامل پشت زن واقعا زحمت میکشن. اما چه اتفاقی میافتاد اگر ما اینجور وسایل خودمون طراحی میکردیم به جای اینکه از توی کاتالوگ انتخابش کنیم؟ و چه میشد اگر به جای اینکه در خونه تحویلش بگیریم به صورت سه‌بعدی توی خونه چاپش میکردیم؟ احتمالاً روی قیمتش خیلی تاثیر میذاشت. توی این گزارش میبینیم چیزی رو که بعضی از طراحان اسمشو گذاشتن انقلاب صنعتی نوین. فناوری همیشه امکانات زیادی در اختیار طراحان گذاشته. نقش هایی که اونا با کامپیوتر طراحی میکنند میتونه با لیزر کنده کاری یا به صورت سه‌بعدی چاپ بشه. خلاصه نه تنها کلی ابزار جدید، بلکه به لطف دنیای آنلاین کلی هم ایده جدید در اختیار اونا قرار گرفته. هدف پروژه ویکی‌هاست اینه که خونه سازی رو با عصر اینترنت تطبیق بده و این کار رو هم با در دسترس گذاشتن نقشه های اوپن سورس یا متن باز عملی کرده. اونا برای اولین بار به یک فرمول برای ساخت خونه‌های چوبی خوش ساخت و با قیمت مناسب رسیدند. خب درسته شبیه یه آلونکه، اما به هر حال هنوز در مراحل اولیه است. مگه اوپن سورس همین نیست؟ شما مجانی دانلود می‌کنید و با استفاده از همون سیستم یه چیز بهتر و دقیق‌تر می‌سازید. اساساً ایده ویکی هاوس اینه که یه پروژه ساخت و ساز متن باز باشه و در عمل یعنی با استفاده از فرآورده‌های دیجیتال طراحی خانه‌ها رو به اشتراک بگذاریم. طراحی‌هایی که میشه به راحتی هر کسی دانلودشون کنه و با توجه به احتیاجات و نیازهای خودش و فضایی که داره اون رو تغییر بده و بعد چاپ کنه. برای این کار هیچ ابزار و ادوات و یا حتی هیچ مهارت ساخت و سازی نیاز نیست و احیاناً نیاز به صرف پول زیادی هم نیست. اما در نهایت یک محصول با کیفیت عالی میتونن داشته باشن. در این نمایشگاه که در موزه طراحی و دیزاین لندن برپا شده بود، به خوبی میشد دید که چطور فناوری دیجیتال تفاوت بین ابداع کننده های ایده، تولید کننده ها و اجرا کننده های اونا و در نهایت مصرف کننده های محصولات رو کمتر و کمتر میکنه. این روزا فناوری فقط ابزار و ادوات برای طراحی و رسم در اختیار دیزاینرها و طراحا قرار نمیده، بلکه کلی از ایده هایی که اول توی اینترنت متولد شدن مثل ویکی ها، کراود سورس و پروژه های اوپن سورس دارن جای گرم و نرمی برای خودشون در دنیای دیزاین و طراحی پیدا میکنن. این مبل راحتی رو ببینید، دو نفر است، اما چندین و چند نفر در طراحیش دخیل بودن. شرکت تولید کنندش یه آگهی توی اینترنت گذاشت و از کاربراش خواست تا به محصول مورد علاقهشون رأی بدن. محصولی که بیشترین رأی را آورد الان توی این نمایشگاه عرضه شده و در وبسایتشون هم قابل خریده. معنای تولید دیجیتال اینه که میتونی یک تعداد کمی محصول تولید کنی بدون اینکه کمیت تولید در قیمت نهایی تأثیر بذاره. عملاً با تولید عمده محصول قیمت اون کم نمیشه، اما هر محصولی میتونه منحصر به فرد باشه و اینجاست که سر و کله مشتری ها پیدا میشه. شما میتونین دقیقاً با سلیقه مشتری یک محصول سفارشی فقط برای اون طراحی کنید. یه شرکت طراحی در لندن یک گام هم از این فراتر رفته و به کار براش این امکان رو داده تا بتونن در مراحل طراحی هم سلیقه شخصیشون رو اعمال کنند. البته در این روش محصول در صورتی تولید نهایی میشه که پولش قبلا پرداخت شده باشه. بر اساس این روش وقتی جنسی ساخته میشه که از قبل خریده شده باشه. در نتیجه نه تنها هزینه اضافی پرداخت نمیشه، بلکه سلیقه خریدار هم درش اعمال میشه
و این نشون دهنده اینه که محصول نهایی ارزش بیشتری هم برای مشتری داره. من فکر میکنم یه چیز خیلی کوچیک که ممکنه ارزش مادی خیلی زیادی هم نداشته باشه، اگه سلیقه خودتون رو تو طراحیش اعمال کرده باشید براتون ارزشمندتر میشه. اینطوری شما احتمالاً اون کالا رو سالیان سال نگه میدارید. این روزا چند تا وبسایت دیزاین و طراحی هستن که از قدرت اینترنت برای خلق ایده ها بر اساس جمع سپاری یا کراود سورسینگ استفاده میکنند. مثلا در کورکی کاربران نه تنها به ایده های اولیه رأی میدن، بلکه در تمام مراحل تا خلق محصول هم اعمال نظر میکنن و سلیقه‌شون روی محصول نهایی تأثیر میذاره، حتی برای انتخاب نام محصول و برچسب قیمت. همه این روش ها ممکنه به نظر یه فرصت بیان، اما آیا همین شیوه ها آینده کاری طراحان جوان رو به خطر نمیندازن؟ واقعیت اقتصادی رو نمیشه نادیده گرفت. صنعت طراحی و دیزاین به شدت از وضعیت اقتصادی آسیب دیده. فارغ التحصیلای این رشته شغلی پیدا نمی‌کنن. من نگرانم که دانشجویان این رشته بعد از فارغ التحصیلی بیکار بمونن. حس می‌کنم بسیاری از وبسایت‌های جمع سپاری که مراجعین زیادی دارن فقط یک قالب یا تمپلیت مشابه رو با کمی تغییرات و رنگ و لعاب بیشتر به عنوان یک طرح دست اول تحویل مشتری میدن. تازه بابت این کار در اصل مجانی پول هم می‌گیرن. خب اسمشون چی بذاریم؟ محصولات سفارشی؟ خونه های کپی پیست شده؟ حق رأی در طراحی؟ آیا واقعا این آینده درخشان برای صنعت طراحیه؟ راستش در این زمینه همه خوشبین نیستن. تخصص اصلی شرکت دیجیت تو ویجتس در چاپ سه‌بعدی با آخرین فناوریه. اونا این سوالو مطرح میکنن که آیا صرف اینکه الان هر کسی میتونه طراحی بکنه به این معنیه که همه میخوان که طراحی بکنن؟ اگه شما به مرکز شهر برین و 100 نفر آدم توی خیابون ببینین، آیا به طور قطع میتونین بگین که همشون، همه اون 100 نفر انگیزه، علاقه، تمایل، خلاقیت لازم و زمان کافی اینو دارن که برن خونه و خرت و پرتاشون رو خودشون طراحی کنن و بسازن؟ فکر نکنم. این آشیانه پرنده طرح مبتکرانه چند تا جوونه که چاپ سه‌بعدیش کردن. الان زمان آزمایشه، هم برای افراد ناشی، هم برای حرفه‌ای. فناوری دیجیتال بسیاری از صنایع رو وارد عصر جدیدی کرده که معمولاً این خبر خوشی برای افراد متخصصی که از این راه پول در میارن نیست. اگر میشد همزمان هم از همکاری کاربرها در طراحی استفاده بکنیم و هم امنیت شغلی طراحان رو تضمین کنیم، اون وقت میشد گفت که فناوری در این صنعت یک انقلاب ایجاد کرده. نظر شما چیه؟ آیا این واقعا یک انقلاب صنعتی محسوب میشه؟ منتظر پیام هاتون هستیم که برامون ایمیل میکنید با آدرس persianclick@bbc.co.uk. اما ایستگاه بعد، ایستگاه اخبار فناوری. مکافی سازنده نرم افزارهای امنیتی یه فهرست منتشر کرده از 10 تا از آدمای معروفی که جستجوی اسمشون تو اینترنت خطرناک ترینه. امسال دختر خواننده معروف فیل کالینز به نام لیلی نفر اول شده. اگر اسمش رو جستجو کنین، 14.5% امکان این هست که لینک نتیجه جستجویی که روش کلیک میکنید شما رو آلوده به بدافزار کنه. نفر دوم فهرست آوریل لوینه با 12.7% امکان آلوده شدن به بدافزار و در مقام سوم هم هنرپیشه هالیوودی ساندرا بولاک قرار داره. اما توی این فهرست تنها یه مرد وجود داره که جان هم بازیگر مدمنه. یوتیوب قراره امکان تماشای ویدیوهاش به صورت آفلاین رو برای گوشی‌ها ارائه کنه. تا حالا دانلود کردن ویدیوهای یوتیوب برای دسترسی بهشون به صورت آفلاین به نوعی نقض قوانین این سایت به حساب میومد. اما حالا انتظار میره که از ماه آینده امکان این فراهم شه که روی گوشی و تبلت ویدیوهای یوتیوب رو دانلود کنید تا وقتی که به اینترنت متصل نیستین هم برای مدت زمان کوتاهی بتونید ببینینشون. با وجود همه گمانه‌زنی‌هایی که راجع به آینده بلک‌بری در جریانه، این شرکت بزرگترین گوشی بلک‌بری رو عرضه کرده. بعد از گوشی کیوتن بلک‌بری که در جلب توجه مشتریان شکست خورد، حالا این شرکت گوشی Z30 رو معرفی کرده. این گوشی صفحش به بزرگی 5 اینچه، صدای استریو داره و پردازنده 4 هسته ای اسنپ دراگون. مشخصاتش خوب به نظر میان، ولی بلک‌بری خیلی دیر جنبیده. همینطور خبرهای مبنی بر این وجود داره که این شرکت ممکنه به زودی به یه تعدیل بزرگ نیروی کار دست بزنه.
و مؤسسه فناوری جورجیا نمونه آزمایشی یه لباس مجهز به چندین حسگر برای سگ‌هایی که کار می‌کنن رو به نمایش گذاشته. با این لباس سگ میتونه بهتر با صاحبش ارتباط برقرار کنه که به خصوص برای سگ‌های مخصوص نابینایان یا ناشنوایان میتونه خیلی مناسب باشه. داخل لباس یه سری دکمه هست که وقتی سگ بخواد چیزی رو به صاحبش اطلاع بده، اونا رو گاز میگیره یا فشار میده و یه پیام صوتی برای صاحبش پخش میشه. ما قبلا توی کلیک درباره کراود سورسینگ یا جمع سپاری صحبت کردیم. چندی پیش هم گزارش داشتیم درباره کراود فاندینگ. اما گزارشی که الان میبینید حاصل تلاش یک هفتهی همکارمون الجی ریچه تا ببینه آیا میشه با انجام کارهای اینترنتی پاره وقت از پس هزینه‌های زندگی برومد یا نه. من کلن از کار سخت بدم نمیاد، ولی خب قطعا پول در آوردن پای اینترنت و کامپیوتر نمیتونه خیلی سخت باشه. برای همین روز اول فوری نشستم پشت میز و تو چند تا سایت ثبت نام کردم. دو تا قانون برای خودم گذاشتم. اول اینکه هر پولی در میارم بدم به خیریه و دوم اینکه سراغ کارهایی که نمیشه جلوی دوربین انجام بدم نرم. اول از همه سایت اینباکس پاونت که شغلای عجیبی پیشنهاد میده. یه پوند برای ثبت نام بد نیست. 25 پنس برای پر کردن یه پرسشنامه 15 دقیقه‌ای، یه پنی برای تماشای یه ویدیو، لایک کردن سامسونگ تو فیسبوک هم یه پنی. درست شنیدین، برای یه لایک پول بهم دادن. خب بد نیست. ولی تا حداقل 20 پوند پول در نیارم هیچی از این پولا دستمو نمیگیره. سایت سواک باکس برای کارایی که میکنین بهتون امتیاز میده و نهایتاً جمع امتیازات رو تبدیل به پول میکنه. ویدیو تماشا میکنید و گیم بازی میکنید، تو اینترنت جستجو میکنید و نهایتاً یه مبلغ ناچیزی در میاد، اما باید بالای 5 پوند باشه تا پرداختی صورت بگیره. سایت بعدی castingword.com. فایل صوتی رو به صورت متن پیاده میکنید. فقط یه فایل یه ساعتی از وقتمو گرفت و آخرش هم چون نصرمو نپسندیدن درآمدم رفت رو هوا و بعدش به جای نوشتن فقط بازبینی متن‌های آماده رو بهم دادن که قطعاً پول کمتری توش بود. یکی دیگه از این سایت‌ها آمازون مکانیکال تورکه که یه سری کارهای خلاق پیشنهاد میده، مثل نوشتن، کد نویسی و چیزایی از این دست. متاسفانه من نتونستم توش ثبت نام کنم، ولی یه سایت مشابه پیدا کردم به اسم کلیک ورکرز. اولش یه امتحان زبان انگلیسی داشت که خوشبختانه 100% نمره رو گرفتم. بعد یه کار نوشتنی بهم داده شد. باید برای کاتالوگ لباس‌های تنیس یه متن می‌نوشتم، البته از روی متن آلمانی. مبلغ پیشنهادی 1 یورو 25 سنت برای هر 100 کلمه بود که به نظر بد نمی اومد. اما مشکل اینجاست که اگه کارتون مورد پسند واقع نشه یه سنت هم بهتون نمیدن، که 3 تا از کارای من به همین سرنوشت دوچار شدم. و در آخر رفتم رو سایت فایبر، جایی که میتونین خدماتی که حاضرین در ازای دریافت 5 دلار ارائه بدین رو آگهی کنین. من پیشنهاد ساخت موزیک و گفتن شعر رو به مشتری ها دادم. یکی از دوستای فیسبوکی یه درخواست عجیبی ازم کرد. ازم یه قطعه موسیقی با پیانو خواست که در ازاش 5 دلار میداد. 4 روزم بیشتر وقت نداشتم. اشکال نداره، پول پول دیگه. درسته که خیلی وقتمو گرفت، ولی لذت بخشترین و مفیدترین کاری بود که تو این پروژه انجام دادم. سایت فایبر البته 20% از درآمدتون رو بر می‌داره. بنابراین درآمد خالص من شد 4 دلار که 14 روزم باید صبر می‌کردم که بیاد تو حسابم. خب یه هفته کار ما تموم شد. ببینم کجای کارم. اونقدی که انتظار داشتم نبود. اما درسایی یاد گرفتم که فکر کنم هفته‌های آینده امکانش باشه بیشتر در بیارم. البته چیزایی که برای شروع لازم دارید غیر از اتصال مداوم اینترنت، توانایی تایپ کردن سریع، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی گوناگون و تبحر در کشف و گرفتن کارهاست. یه چیزی تو مایه‌های همین بازار کار واقعی خودمون. مطمئنم که تا حالا اکثرتون پای یک برنامه استنداپ کمدی نشستید. منظورم نمایشی که در اون کمدین یک اجرای یک نفره و زنده برای سرگرم کردن مخاطبان داره.
ما کارل دانلی که خودش استنداپ کمدین هست و فرستادیم به جشنواره هنری ادینبرو تا ببینیم که چطور فناوری تبدیل شده به جزئی لازم برای جمع کردن مخاطبان این گونه برنامه‌ها. 550. Conrad really wanted to stop the Terminator. He just left a bag in the bagging area. او قدیما کمدی بیشتر درباره مادر زن و مادر شوهر و یه مش سیبیل بود. فکر کنم از الزامات قانونی این کار بود. اما الان احتمالش بیشتر که کمدین ها از خرید آنلاین یا فیسبوک حرف بزنن. به نظرم اشاره به فناوری به پیدا کردن یه زمینه مشترک با مخاطب کمک میکنه. دن ویلیس متخصص سابق آیتی کمدینیه که دقیقاً همین کارو میکنه. برنامه او تحت عنوان پی سی مک و من این یکی از برنامه های کودک قدیمی بی بی سیه به اسم چاک بلاک که یه جورایی هم با شخصیت خوره فناوریش جور در میاد. شما عملاً هر چی رو که بخواین روی یه آیفون یا یه گوشی اندروید یا ویندوز فون دارین. این عالیه. همه چیز داره رو به جلو میره. تا زمانی هم که داره همین جور جلو میره منم موضوعات تازه طنز ازش در میارم. لپتاپ، موبایل، پروژکتور و کنترل از راه دور دن جزء مهم و جدا نشدنی از اجراهاشن. بدون اونا نمایش نمیتونه انجام بشه. نیاز به گفتنم نداره که یه نگاه سری به اونا کمکش میکنه که یادش بیاد کجای کاره. اما در حالی که او اجراش رو با کنترل از راه دورش هدایت میکنه، بقیه فرمون رو میدن دست مخاطب. Starts now. نیتن پنلینگتون با تجهیز مخاطبینش به ابزار کنترل اونا رو در جایگاه کارگردان نمایش قرار میده. اونا میتونن داستان نمایش رو با فشار یه دکمه عوض کنن و معناش اینه که طول زمان اجرا رو اونا تعیین میکنن و اگه نتیجه کار خیلی بامزه از آب در نیاد خب دیگه تقصیر خودشونه. والا این مخاطبان که تعیین میکنن چه اتفاقی تو برنامه بیفته و هر روز اجرا کاملا چیز متفاوتی نسبت به بقیه در میاد. تعداد کل برنامه های ممکن 1566 تاست. بعضیشون داستانایی هستن که به شدت احساس برانگیزن و کلا ما رو تو مسیر متفاوتی میندازن. بعضیشون هم خیلی خنده دارن. منتها همه اینها کاملا بستگی داره به مخاطب. پشت صحنه یک کامپیوتر در قالب یک سرور حاوی 200 گیگابایت ویدیو نقش‌آفرینی میکنه. اون یکی کامپیوتر هم نتیجه رأی‌گیری‌ها رو شمارش و تعیین میکنه که چه چیزی باید پخش شه. داشتن یه صدای منحصر به فرد واسه استنداپ کمدی حیاتیه. مثل خود من با این صدای نرم و ملایمم. اما اگه اصلا هیچ صدایی نداشته باشین چی؟ حرفتون چطور میتونه شنیده بشه؟ کامیکلی ردلی به خاطر ابتلا به فلج مغز در کودکی قدرت تکلمش رو از دست داد. به لطف اجرا از طریق آیپدش، اون هم مخاطب تازه پیدا کرده و هم صاحب یه صدای نو شده. تبلت لی فرصت دوباره‌ای برای زندگی و همچنین مسیر تازه‌ای برای کار در مقابلش قرار داده. بدون تبلت او نمیتونست یه استنداپ کمدین بشه. فناوری داره روش‌های اجرای ما کمدین‌ها رو عوض می‌کنه. به جز اون رو شیوه ارتباط ما با مخاطبمون هم تأثیر گذاشته. بو برنهم ستاره یوتیوب و راب دلنی توییتر باز جایزه برده هر دوشون کسایی هن که یه جورایی یه شبه به اوج شهرت رسیدن و لازمه همین الان واسه ثبت در تاریخ هم بگم که اصلا و ابدا به اونا حسودیم نمیشه. فناوری و به طور خاص شبکه‌های اجتماعی تأثیری واقعی در دموکراتیزه کردن کار و نمایش‌های کمدی داره. شما کار خودتون رو می‌کنین به روش خودتون در مکان و زمان خودتون و می‌ذارینش تو فیسبوک یا یه وبسایت درست می‌کنین و دیگران هم کارتون رو می‌بینن. پس شما همه چیزو به شیوه خودتون انجام میدین. اما دسترسی جهانی ریسک دزدی ادبی رو هم به همراه داره.
ولی واضحه که فناوری به راه افتادن موج نوع کمدی و پیدا کردن مخاطبینی خاص که معمولاً عشق فناوری هم هستن کمک زیادی کرده. مخاطبینی که چه داخل و چه بیرون صحنه در اون غرق میشن و ازش لذت میبرن. حتما میدونید اگه یکی از اینا رو داشته باشید به شیوه های مختلف قابل ردیابی هستید، حتی اگه تماس تلفنی با کسی نگیرید. خیلی ها از این موضوع ناراحت هستن، اصلا براشون خوشایند نیست. در عوضش یه عده هستن که از این مسائل استقبال میکنن. یکیش بیتا که اخیراً یک اپلیکیشن جالب در این زمینه پیدا کرده و میخواد توی وب نبرد این هفته به ما معرفی کنه. تا حالا پیش اومده براتون که یادتون نیا توی روز چه کارایی کردید؟ پلیس می یه اپ مجانی موبایله که از جی پی اس و وای فای استفاده میکنه و یه نقشه کامل از همه جاهایی که میری تهیه میکنه و در پس زمینه همه لحظاتی که در حال حرکت هستید رو ثبت میکنه. اینطوری میتونید در صورت تمایل رد همه جاهایی رو که درشون پا گذاشتید رو بگیرید. همچنین میتونید با جستجو در بخش سوابقش مثلا یه رستوران خوبی که یک ماه پیش رفته بودید ولی اسمش رو یادتون نمیاد رو پیدا کنید. هر جا که میرید اپلیکیشن لاگین میکنه و داده ها رو رمزگذاری و به صورت خصوصی براتون ذخیره میکنه. البته سازنده هاش قصد دارن در آینده با استفاده از این داده ها اطلاعات مفیدی در اختیارتون بذارن. مثلا اینکه از ترافیک توی مسیر همیشگیتون بهتون خبر بدن یا اینکه قیمت اجناس رو توی فروشگاهی که خریدای روزانه‌تون رو انجام میدید با بقیه فروشگاه های محلتون مقایسه کنن. رایانه ها به همون خوبی که میدونن شما کجا هستید توی پی بردن به اینکه چه چیزایی دوست داریدم خوب عمل میکنن. یه مثال خوبش stereomood.com هست که فقط با ورود یکی دوتا کلید واژه یه پلیلیست ایجاد میکنه که انعکاس دهنده حال و هوای روحی شما در اون لحظه است. فقط کافیه که احساستون رو به سایت بگید. قطعه هایی که تو این سایت هستن بر اساس نظرها و پیشنهادهای کاربرا از چند تا از بهترین وبلاگ های موسیقی انتخاب شدن و فهرست موسیقیش واقعا دستچین شده است. فکر میکنم برای موسیقی دوستا بتونه دنیای تازه‌ای باشه برای کشف قطعه هایی که تا حالا نشنیدن. اگر چیزی رو گوش بدید که ازش خیلی خوشتون بیاد و بخواین اون رو داشته باشید، راهش کلیک کردن روی لینک خریده. با ثبت نام و ورود به سایت میتونید ترجیحاتتون رو داخلش ثبت کنید تا اینطوری تجربه به مراتب لذت بخشتری داشته باشید. لازم به ذکر که استریو مود هم برای آیفون و هم اندروید اپلیکیشن داره. گوش دادن به صدای طبیعت گاهی میتونه حتی از موسیقی هم لذت بخشتر باشه. توی سایت birdsong.fm به صدای پرنده ها گوش کنید. برای دسترسی به گلچین کامل سایت ثبت نام کنید و از آواز زیبای پرنده ها در طبیعت لذت ببرید. اپلیکیشن birdsong هم برای آیفون و هم اندروید موجوده. ممکنه درباره ویروس و بدافزار اینور اونور زیاد شنیده باشید، اما چطوری میتونید بدون اینکه خطری رو متوجه دستگاهتون کنید از صحت عملکرد نرم افزارهای امنیتیتون مطمئن بشید؟ کافیه برید سراغ سایت سازمان استانداردهای آزمایشی ضد بدافزار به نشانی amtso.org. فایلایی که توی سایت برای دانلود شدن گذاشته شدن ویروسی نیستن، ولی طوری طراحی شدن که اینجوری به نظر برسن. اگر کامپیوترتون اجازه دانلود کردنشون رو بده، معنیش اینه که نرم افزارهای امنیتیتون مثل فایروال و آنتی ویروساتون نیاز دارن به روز بشن. وقتی که خیالتون از بابت دفاع از دستگاهتون برطرف شد، وقتشه که با رفتن به این خط زمان ساده یا تایملاین یه استراحتی به ذهنتون بدید تا ایده بهتری از لحظه‌ای که درش هستیم اونم در مقایسه با کل هستی بهمون بده.
و سایت پانورامیو که متعلق به شرکت گوگله و میلیون ها عکس جیوتک شده از عکاس‌های آماتور و حرفه‌ای رو به نمایش میذاره، اخیراً نوسازی شده و تامنیل ها، عکس ها و نقشه‌اش بزرگتر شدن. خب اینم از برنامه این هفته کلیک. شما میتونید تکرار این برنامه رو تو وبسایت ما ببینید که نشونش هست bbcpersian.com/click. میتونید گزارش‌های دیگه هم اونجا پیدا کنید. با ما از طریق ایمیل در تماس باشید persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر ما با یک @persianclick میتونید توییت کنید تا به دست ما برسه. صفحه ما در فیسبوک رو فراموش نکنید، نشونش هست facebook.com/persianclick. ممنون از همراهیتون، تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.